دوستان و هموطنان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت مناسبی داشته باشید تا پای برنامه مسیح در خانواده بنشینید. من هم خداوند رو به خاطر شما شکر میکنم و خصوصا به خاطر حضور ساریک عزیز در اینجا که با هم از کلام خداوند فیض خواهیم برد و دعا میکنیم که برنامه امروز هم بتونه تأثیر خوب و مثبتی بر روابط شما با هم در خانواده داشته باشه. یک خانواده خوب مسیحی باید ویژگی های منحصر به فردی داشته باشه که هر خانواده معمولی در دنیا نداره و یکی از این ویژگی ها که کلام خدا بر اون توصیه میکنه و حکم میکنه مسئله بخشندگیه. ببینیم کلام خدا در قرنتیان دوم قرنتیان باب 9 آیه 6 میفرماید هر که با بخیلی بکارد با بخیلی درو کند و هر که با برکت کارد با برکت نیز درو کند، اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می‌دارد. این بخشنده خوش البته میتونه هر کسی باشه، میتونه یه ثروتمند باشه که از اموال خودش میبخشه، یا میتونه یک آدمی باشه که خودش در نیاز باشه ولی اون روح بخشش و سخاوت، بخشندگی و سخاوت درش هست. و خدا به هر حال در کلام خودش به عنوان خدای بخشنده خودش رو معرفی میکنه. هیچ جا ندیدیم که خدا خودش رو خسیس نشون بده و چقدر قشنگ است در آیات زیادی که یکی دو تاش الان اینجا میتونم ذکر کنم که میگه بدهید تا به شما داده شود، یا دادن از گرفتن فرخنده تره. و یا در عهد عتیق چقدر قشنگ میگه که نان خود را روی آبها بنداز و بعد مدتی اون رو دوباره باز خواهی یافت. پس بخشنده خوش میتونه هر کسی باشه و در کلام این تشویق شده حتما. بله درسته، بخشندگی در کلام خدا در کتاب رومیان میگه که اصلا یکی از عطایای روح القدسه و اگر ما روح القدس رو داریم حتما هم این عطا در ما هست. بخشندگی مثل برای من مثل کار کشاورزی میونه، مثل اون بذر، کاشتن بذر. وقتی که بذر رو میکاریم بعد میوه اون، ثمره اون چقدر زیاده. بذر شاید که یک دانه خیلی کوچیکه و آدم نگاه میکنه میگه خب این چه قدرتی داره، ولی واقعا قوتی فوق‌العاده خداوند در اون گذاشته. وقتی که بذر کاشته میشه از اون معجزه فوق‌العاده‌شه که اون ثمره و برکات به وجود میاد. و ما هم باید که به بخشندگی اینطور نگاه کنیم، ببخشیم چون به ما بخشیده خواهد شد و برکت خواهیم یافت. وقتی ما میدیم و میبخشیم خداوند هم همون کار ثمره برکت بعض رو در زندگی ما و با ما انجام میده. و کلا خدا از کسانی که فقط به فکر خودشونن و برای خودشون ذخیره میکنن زیاد فکر نکنم راضی باشه. یه مثالی هست در اناجیل که الان به یاد آوردم و اینه که در مورد ثروتمند صحبت شده که چقدر اموال زیادی داشت و یه سال محصولاتش خیلی زیاد شد و به جای اینکه اونو برکتی از خدا بدونه و به کسانی که نیازمند هستند بده، چیکار کرد؟ انبارهای خودش رو وسیع‌تر کرد، بزرگتر کرد. به خیالش خیلی کار خوبی کرده بود، خیلی حکیمانه رفتار کرده بود، ولی خداوند گفت که همین امشب جان تو رو میگیرم چون که فقط به فکر خودت بودی و هیچ کس دیگه رو در این رابطه در نظر نداشتی. پس خدا انگیزه ها رو میبینه و اوست که داور عادل هست. باید به فکر دیگران باشیم و از خودمون ببخشیم، نه اینکه از کیسه خلیفه. و واقعا خداوند به ما داده، بخشیده و ما باید که قسمتی از این داراییمون و قسمتی از این که گرفتیم، قسمتی از این که مال ماست رو به دیگران بدیم و به خداوند هم بدیم. و همونطور که دوباره کلام خدا میده میگه به فراوانی بکار و به فراوانی هم درو خواهی کرد. و این فراوانی و اندازه قدرت هر کسی، همونطور که گفتیم ما نمیخواییم که با کسی مقایسه کنیم، ولی اون قدر که میتونیم و با شادی وقتی میدیم خداوند هم با همون شادی به ما پس میده و برکتمون میده. دو تا آیه هست اینجا، حتما میخوام اینو بخونم. در امثال باب 11 آیات
24 و 25 چقدر قشنگ هست که گفته شده هستند کسانی که میپاشند ولی بیشتر میاندازند، یعنی میدن از مال خودشون ولی بیشتر ثروتمندتر میشن، اما برعکس هستن کسانی که زیاده از آنچه که شاید برای خودشون نگه میدارن اما در آخرت به نیازمندی مبتلا میشن. پس چه قانونی؟ هرچی بیشتر بدی بیشتر به تو داده خواهد شد و هرچه با سخاوت شخص خرج بکنه ثروتمندتر میشه. شخص سخی فربه میشه، کامیاب میشه، کلام خدا میگه، و هر کسی که دیگران رو سیراب کنه خودش هم سیراب میشه. چه قانونی خیلی جالب در کلام خدا. و در کتاب متی عیسی مسیح میگه که هر کس که آب سرد به این کوچک ها بنوشاند بدون پاداش نخواهد بود. ما واقعا هر کاری که در این دنیا برای کسی از ته قلب و با شادی انجام میدیم، یعنی این که برای مسیح انجام دادیم. و واقعا این چقدر به خود ما باید شادی بده که مثلا من امروز به خاطر مسیح به یه نفر لباس دادم، کسی که نیاز به لباس داشت، بیماری بود و من رفتم به عیادتش، وقتم رو بهش دادم، پای حرفاش نشستم، کمکی کردم، غریب ها رو به خونم راه دادم. و همه اینها هر چه کنیم عیسی مسیح خودش گفته که یعنی به من کردید. و چقدر واقعا اینجا تشویق میشیم که بیشتر بکنیم. بله، و خداوند چقدر به ما برمیگردونه اونچه که ما از خودمون دادیم. و چقدر خوبه که این عادت رو، این کار خوب رو، این صفت خوب رو در خونه ما بتونیم به دیگه، چون فرزندان ما هم ما رو میبینن، ما خودمون قدم اول رو بذاریم و اونا هم بتونیم که این بله الگو باشیم و این صفت خوب رو منتقل کنیم به اونها. و کلام خدا میگه که میزان بخشش مسیحی مهم نیست که چقدر شخص میبخشه، بلکه اون حالت قلبی شخص، این که چطور میبخشه خیلی مهمه. شما در ابتدای برنامه ذکر کردین آیه رو که هر کس به هر طور که در دل خودش اراده کرده، یعنی اونقدر که مایل هست، اونقدر که در قلبش گذاشته شده، همونقدر میتونه ببخشه، نه بیشتر از اون چیزی که تو فکرشه. و بعد میبینیم که چقدر شخص ممکنه محزون بشه که این در توانایی من نبود، چرا اینقدر بخشیدم. پس هر کس باید اون چی که در دلش خداوند گذاشته اونو اینقدر ببخشه و نه با تشویق ها و باریکلا گفتن های دیگران، چون نتیجه خوبی نخواهد داشت و این در واقع بخشش نخواهد بود، بلکه می انجامه به غرغر کردن و شکایت کردن. درسته. و یا حتی سایر جان، بعضی وقتا شاید کسی بخواد ببخشه چون نمیخواد از غافله عقب بمونه، مثلا همرنگ جماعت بشه، همرنگ جماعت بشه یا اسمی اینجا در بیاد و مسائلی از این قبیل. اینها رو خداوند میبینه و اینها چیزایی نیست که خداوند رو خوشنود میکنه. بعد اینجوری که میبخشیم یه موقع که 100% پشیمون هم میشیم که ای بابا حالا از من چه کسی انتظار داشت، یا این همه ثروتمند اونجا بود، یا این همه ثروتمند دور بر من ریخته، چرا من باید میدادم. و بعدش هم حتما میگیم که ای کاش اصلا بهتر فکر میکردم و نمی چون از ته قلب ندادیم نبوده. پس بدونیم، مواظب باشیم که بخشش ما به خاطر همون اون که شما گفتین، به خاطر اینکه قلبمون میخواد و به خاطر خداوند این کار رو انجام میدیم. حالا من اینجا به یاد یک مثال افتادم، هر وقت که تو کلیسا هدایا جمع‌آوری میشه به یاد شخصی میفتم که همیشه اینطور فکر کنیم که 100 تومن مینداخت تو جعبه هدایا و اون روز اینقدر هول کرده بود که شانسی 1000 تومانی انداخت تو جعبه و اولش خیلی ناراحت شد، گفت که چه کاری بود که من کردم، 1000 تومن انداختم تو جعبه. ولی بعدن چه کار کرد؟ دعا کرد، گفت اشکالی نداره، پیش خداوند چقدر اجر بیشتری خواهم داشت. گفت خداوند امروز من از ته دل 1000 تومن هدیه گذاشتم تو جعبه. ولی خداوند چه جوابی داد؟ گفت نه عزیزم، اصلا تو این باره فکر نکن، من همون 100 تومن رو به حساب تو گذاشتم. درسته. چون همونقدر رو که میدادی از ته دل و با خوشی میدادی. پس اگه از ته دل ندیم، هر قدر هم که بدیم هیچ فایده ای نخواهد داشت، اجری نداریم. درسته.
توصیه‌ای که می‌کنیم اینه که این عادت بخشش رو در خودمون مرتباً تقویت کنیم و این کار رو انجام بدیم که به اصلا عادت به حساب بیاد. به نظر دنیا این کار درستی نیست. به نظر دنیا این کار به هدر دادنه، یا اصلا بعضی ها شاید فکر کنن به ما بگن که این شخص مغز اقتصادی نداره، مگه آدم دارایی خودش همینجوری میده به کلیسا یا میده به کسی؟ چرا تو باید بر خودت نگه داری؟ چون معیارهامون با معیارهای دنیا فرق میکنه. ولی این فیض افزایش دهنده خدا دوستان باعث میشه که ما اون چه که دادیم واقعا برای ما به فراوانی برگرده و خداوند هم جلال پیدا کنه. و اینه که اگر که از روی محبت میدیم، از روی صمیمیت میدیم، این کار رو در مسیحیت اصلا یه چیز جداست و نمیتونیم که با معیارهای دنیا و با نظرات مردم دنیا مقایسه کنیم. درسته. و کلن همونطور که اشاره کردیم قانون خدا فرق میکنه با قانون دنیا. کسی که میبخشه کلام خدا میگه غنیتر میشه، خودش ثروتمندتر میشه و یاد میگیره که از مال خودش، از وقت خودش یا از انرژی و توانایی ها و استعدادهایی که داره ببخشه، اون وقت خداوند بیشتر برکتش میده. و اگه کسی، میخوام توصیه کنم که احساس رضایت نمیکنه از زندگی خودش، از این وضعیتی که داره و فکر میکنه که هر کاری میکنه اون شادی درش به وجود نمیاد، بهترین چیز اینه که یه نگاهی به دور و برش بندازه، ببینه که دیگران در چه وضعیتی هستن. آیا کسی هست که میتونه با بخشندگی که میکنه بهش کمک کنه و باعث بشه که هم طرف مقابل شاد بشه و هم خودش احساس رضایت بکنه؟ کلام خدا میگه که در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را نمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ماست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میبخشیم این باعث میشه که هم به کسانی که در نیاز هستن کمکی کرده باشیم و هم این که این مسئله باعث شکر و تمجید خدا میشه. خداوند در نهایت جلال پیدا میکنه و این چقدر زیباست. کلیسا هم که بدن عیسی مسیحه و ما هم هر کدوم اعضای اون، پس باید این اعضا به فکر همدیگه باشن. مثل شعری که میگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. دیگه ما اعضای بدن مسیح هستیم و باید که به فکر هم باشیم. خداوند خودش این صفت کامل بخشندگی رو داره و انجام داد، زیرا در کتاب یوحنا باب 3:16 زیرا خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. و در این خصوص دیگه خداوند کارش رو به نحو احسن انجام داده و ما هم باید الگوی کاملمون خداوند باشه و این صفت بخشندگی رو حتما باید داشته باشیم. در پولس هم در کتاب دوم قرنتیان میگه خدا که پسر یگانه‌اش را برای گناهان ما بخشیده، با مسیح همه چیز را خواهد بخشید. آمین. پس دیگه به فکر این نباشیم که اگه من این چیز رو دادم پس فردا چیزی در زندگی من کم خواهد بود، چون واقعا مایحتاج زندگی ما رو خداوند میدونه و از اونها مواظبت میکنه. و خداوند میگه که تمام احتیاجات شما را در مسیح عیسی رفع خواهد کرد، به اون دولتی که خودش داره. پس این آیه یوحنا 3:16 رو میخوام دوباره بگیرم که چقدر آیه مهمی هست و صحبت میکنه از هدیه غیر قابل وصف خدا، یعنی تنها پسر یگانه و غیر قابل جبران و غیر قابل جبران دقیقاً. و اینکه زبان انسانی واقعا نمیتونه وصف بکنه این هدیه گرانبهایی را که خدای پدر به ما داده. و کلن خدا انگیزه ها رو میبینه و بهترین انگیزه اینه که شخص بخشنده خوش باشه، یعنی از ته دل و با اون چیزی که از ته دل برمیاد بخشندگی بکنه، چون خدا هم، خدای پدر هم از ته دل عیسی مسیح خداوند رو به ما بخشید. بله.
دوستان پس بیایید که این صفت رو حتما در زندگی تقویت کنیم و به بچه هامون یاد بدیم، با همسرمون و خودمون همیشه قدم اول رو در بخشیدن از ته دل و شاد برداریم. با تشکر از اینکه امروز هم همراه ما بودید، از شما دعوت میکنم برنامه‌های آینده ما رو پیگیر باشید و همینطور دوباره خواسته ها، نظرات و مسائلتون رو از طریق ایمیل یا تلفن حتما با ما در میان بذارید. تا دیداری دیگر همه شما رو به خداوند می سپاریم. خدایا رو نگهدارید.